kiyo qablan bor ekschoba podcast-dan. Aytmoqchiman. Yana ta'riya asan qolgan ekman, mutlaqo emas, deyilgan. مسئله اولی که کلا میخوام راجبش صحبت کنیم دیگه که پروگرام میگه کلا شما تو حالت عادی برنامه‌نویسیتون موقعی که دارین همه چیز رو سینکرونایز می‌نویسین، یعنی همه خط پشت سر هم اجرا میشن، همه سیستمتون داره به خوبی اجرا میشه، ولی به محض اینکه یه دونه آسینک در واقع یه دونه تسک آسینک میاد روش، کل اون سیستم پشت سر هم شما رو میشکنه، اون اینکه خط به خط قبلا سیستم اجرا میشده و میرفته. فرض کنید که حالا تو همون حالتی که قبلا داشتیم یه در واقع یوزر منیجری داریم که داریم حالا توی در واقع اندرویدمون داره وظیفه دادن دیتا رو پرواید کردن دیتا رو بس ما داره. خب توی این حالت خب یه یوزری هست که مثلا ما میخواییم از این یوزر منیجر بتونیم بگیرمش. خب یه سری چیز داره، مثلا میخوایی واسهش اسمش رو عوض کنی، سن واسهش بذاری و اصلا اینجوری. خب توی حالا برنامه توی اون تیکه که باش کار میکنی میتونید در واقع ازش اینستت گرید کنی، وقتی چاپش کنی در واقع مقادیری که داره نشون میده یوزر در واقع اون کاری که میخواید، حالا یه آتپوتی ها روزو هم بس پرینتزنش نیستش، یه آتپوتی ازش میگیری، دوباره یه ستی انجام میدی، دوباره یه آتپوتی رو اینجا پشت سر هم داری که خب این کاملا درست اجرا میشه میره جلو. حالا چی میشه اگر که فرض کنیم این دوتا آسینکن، یعنی اگر مثلا ست نیم و ست ایج میکنه قرار بده اول دیتابیس رو تغییر بده، حالا مثلا شما یه سری کاری روش انجام بشه، بعد شاید اصلا بگی مثلا این ولید نیستش، این ای مثلا این ایجی که به من دادی ازش اشتباهه، مثلا منفیه، میخواد بده سه محاسباتی انجام بده برگرده. خب اگه این قرار باشه آسینک باشه، دوباره اگر که ما این رو این حالت رو بنویسیم طبیعتا اون اون آوتپوت آخر کار نمیکنه، یعنی اون پرینترن آخر چیزی که داره نشون میده چیزی اسمش دیگه جین دو نیستش. خب اولین چیزی که احتمال مثلا میخواه انجام بده یه وانرابل بذارین، یه مقداری تأخیر بذارین و بعد اون تأخیر در واقع بیارینش. خب این هم خیلی جالب نیستش. بعد یه حالت یعنی یه کالبک شما رو با تأخیر میخواه نذارین، میخواه اصلا خود جواب بفرستین، اون هم یه کالبک جالب نیست. به تنها حالتش باز دوباره اینجوری که معمولا یه سکسس درست میکنین، یه فیلیر درست میکنین، اکسپشنتون رو در واقع میفرستین و اگر درست باشه اون یوزری که در واقع درخواستش رو کرده بودی. خب حالا فرض کنین که من میخوام در واقع دیگه پرینترن من این شکلی میشه، در واقع باید بیارم داخل این کالبکی بنویسمش. حالا فرض کنین من بخوام دوتا کار انجام بدم، یعنی هم روی یوزرم اول یه کاری انجام بدم بعد یه کار دیگه روش انجام بدم، این باز همونجور این کده و در واقع صداش بیشتر میشه، کالبکاش بیشتر میشه. فرض کنید که بخواید حالا اینا پشت سر هم دیگه انجام بشه، یعنی شما اول یه کاری انجام بدیم، بعد اینکه اون موفقیت آمیز بود بعد به این کار بعدی رو انجام بده، یا حالا یه سناریو دیگه ای که مثلا شما میخواید دو تا ریکوست بزنین جواب جفتش که اومد مثلا یه کاری انجام بده، یا مجبورین اینجوری پشت سر هم انجامش بدین، یا مجبورین مثلا دو تا بولین تعریف کنید بگی که اوکی اگه مثلا جواب اولی و دومی اومده بود مثلا برو فلان کارو ادامه بده. بعد حالا باید حالا مشکلات سیفینگ هم دارین که طبیعتاً دو نفری و همزمان با هم دیگه میخوان اون کار انجام بدن و دچار مشکل میشن. به غیر از این قضیه که حالا خودمون تا اینجا جاوا بود فقط، به غیر از این قضیه ما با خود اندروید هم دچار مشکلاتی میشیم. ما خود ریسایکل های در واقع خود سایکل های چیز رو داریم، خود سایکل های اندروید رو داریم که اونا ممکنه مثلا بچرخه، ممکنه هر کاری بکنه و خب پس طبیعتا مشخص نیست. ما اینجا که داریم ست تکست میکنیم مثلا توی این ست بعد از اینکه نیم ست شد اینجا که داریم ست تکست میکنیم معلوم نیست حالا این رفته آسینک برگشته الان اون سر جاش هست یا نیستش، چه اتفاقی میخواد واسش بیفته. پس این ست تکست رو بعد بیام بزنیمش که ببینیم آیا دیستور شده اکتیویتی یا نه. دوباره اتفاق دیگه ای که این وسط میفته اینه که ما یه دیستنر داریم، دوتا کالبک داریم و طبیعتاً با این وضعیتی که الان داره
با این وضعیتی که الان داره طبیعتا ممولیک میخوره، یعنی اینکه شما حالا ممولیک رو نمیدونم چقدر میدونین دقیقا چیه، ولی خب شما فرض کنید که یه استرانگ دیفنسی داره، یه دیفنسی دو طرفه از یکی کانتکستتون به مثلا یه جایی و از اونجا به کانتکستتون دارید، این باعث میشه که گاربیج کالکتورتون نتونه بیاد اون کانتکست رو در واقع برداره و ممولیش رو آزاد کنه و یه مموری اون وسط بلا استفاده میمونه، حتی ممکنه مثلا اگاه دیگه ای بخورید، ممکنه شما با اون یه چیزی رو چک کرده باشید نال نباشه و اکسپشن تو ایت کنید و بیفته بیرون کنید. و خب از یه تعداد آسین که داریم برمیگردیم باید دوباره برگردیم بهش بگیم که اوکی توی تعداد یو آی حالا بیا ست تکس رو انجام بود. خب توی ریاکتیو پروگرامینگ خودن با یه سری کانسپت های دوباره میشه مثل دیتا فلو و اینکه خب ابزرور پترن داره عملا توش استفاده میشه و داره در واقع یه تعداد آفیل هست بین پوش بیست پوش بس بوم داره دیتا فلو کلاً قضیهش اینه، شما با یه استریمی از دیتا روبروید، یعنی اینکه یه استریم داره میاد، یه فلوی از دیتا داره میاد و با اون کامپیوتر ابزرور پترن که دیزاین پترنه که در واقع شما یه سری آبجکت دارین که تغییر میکنن و یه سری افراد دارین که دارن بهش نگاه میکنن و تفاوت بین پوش و پول، شما یه جایی میخواییم بین یه دیتایی رو در واقع بگیرید، یعنی اینکه نه یه دیتایی برای شما فرستاده میشه، خب که اینجا بیشتر اینجا دیتا فرستاده میشه در واقع. دیتا فلوه چه جوریه؟ دیتا فلوه فرض کنید توی این عکس فرض کنید کلیک های یه یوزری داره توی یه استریمی از زمان میره در واقع، حالا اونجا فرض کنید یه خط زمانی که داره اونجا رد میشه، بعد ما میگیم که کلیک های یوزر رو در واقع میخواییم بگیریم، حالا میگیم واسه ما میخواییم در واقع بتونیم تعداد کلیک ها میشه مشخص، دابل کلیک مشخص کنیم، میگیم مثلا سه بار کلیک کرده، دو بار کلیک کرده، میگیم حد 250 میلی ثانیه کل اون دیتا رو بفرسته با واسه ما، در واقع کل اون دونه ها تبدیل کنه به یه اری از اونها، پس کن یه آبجکت یا اونها اون آبجکت تبدیل میشه به یه اری بعد 250 میلی ثانیه و سال میشه. بعد میگیم که خب ما اصلا مثلا مهم نیست که حالا کجا کلیک کرده، نمیدونم اصلا اون چیزایی که توی اون اری هست و اون تو اون دیتا هست مهم نیست، فقط میخوام بدونیم چند بار کلیک کرده. اوکی یه دونه مپ میذاریم و تعدادش رو میگیریم. تو مرحله بعدی یه فیلتر در واقع انجام میدیم، یه فیلتر انجام میدیم و میگیم اونایی که بالای 2 رو هم بفرسته. کلا در واقع اینکه همه اینا داره همزمان با همدیگه حرکت میکنه، یعنی اون موقعی که در واقع اون اولی میاد تا مرحله آخر میاد پایین، حالا مگه اینکه بگه کاری بخوره مثلا بخواد بهتر دیگه بخوره دوباره برگرد بالا کارش رو انجام میده، اینا توی یه زمانی در واقع داره پیش میده، یعنی اینجا مثلا اول این تا ته نرفته بعد نوبت این بشه این بره جلو، همش با همدیگه داده اجرا میشه. نه خب خود ابزرور پترن که طبیعتا همون بسی گفتم که حالا نوتیفیکیشنه که واسه شما میاد، مثلا شما نمیدید هی ایمیلتون رو ریفرش کنین ببینید که در واقع چیه، شما سابسکرایب کردید در واقع به اون ایمیلای اون قضیه واسه شما میاد و یه اتفاقی میفته یه تأثیری میذاره. خب با چهار تا کامپوننت اصلی اینجا تو آریکس رو بریم کلا، حالا اصلا الان دیگه وارد آریکس شدیم، آریکس اولین بار فکر میکنم که توی نتفلیکس شروع به کار کردن، یعنی در واقع یه چیزی بود که اونجا بس پشت تو زدن، حتی دات نت در واقع یه چیزی داشته شد عقبتر شبیه اون، و خب اینجوری که الان در واقع هستش بیشتر تو نتفلیکس شروع شد و اونجا کامل شد، حالا آدم های مختلف زیادش کار کردن، یکی همون جیک فاتونی که در واقع مثلا الان آدرسش رو فرستادم و پرزنتیشن قبلی که داشتم یافتم ازش واسه اون بودش. چهار تا کانالات آریکس در واقع اون ریاکتیو پروگرامینگ رو ساپورت بکنه، چهار تا المان اصلی دارین توش، ابزرورولا، ابزرورولا سابسکریپشن ها و سابجکت ها.
ابزرورت اون بخش ریاکتیو ماست، اون بخشی که اکتیو ماست و داره در واقع اون خط استریمایی که گفتیم توش انجام میشه و دیگه مثل اون روندی که قبلا ها باز اجرا می نوشتیم در مدل قدیمی برنامه اسکالا اون اتفاقا داره میفته. و حالا اون چیزی که صفحه قبل چند صفحه قبل راجع به این چیزی که اینجا دیدین کلا یادتون باشه بعدا حالا بشه اجرا زیاد بود. Observer و سابسکریپشن هایی هم که در واقع منتظر دیتای ما و میخوان دیتای ما رو بخونن و در واقع سابسکرایب میکنن به اون Observer بوده که بعضی که دیتاش آماده شد تحویل ما بوده. یه تفاوتی دارن در واقع سابسکریپشن در واقع ایمپلیمنت کرده همون Observer رو و میتونین آن سابسکرایبش کنین یا میتونه در واقع همون مشکلی که اونور داشتیم که بعد از اینکه در واقع اکتیویتی چرخید من میخوام دیگه مثلا این دیکوست سال نشه این دیکوست رو استفاده نکنم، در نتیجه اون مشکلی که عقب تر داشتیم و با این همین سابسکرپشن رو بکنیم. سابجکت هم یه چیزیه که حالا جلوتر توضیحش میدیم ولی واسه در واقع موقعی که حالا شما اگر دقت میکردین عقب تر توی این بخش آخر در واقع یه جای کامپلیت میشه، یه جای اون استریم ما تموم میشه و دیگه بعد از اون ادامه پیدا نمیکنه. سابجکت ها مواقعی به درد میخورن که در واقع این مشخص نیست دقیقا کی میخواد اون اتفاق بیفته و شما میخواین یه سری اطلاعاتی رو به صورت وقتی چینج میشه به فرستید از اول مشخص نیستن. خب این observable و subscription کلا با هم دیگه با این سه تا متد صحبت میکنم و در واقع کامیونیکیشنشون به هم دیگه اینجوری آن نکست و آن ارور و آن کامپلیتد آن نکست که یکی در واقع هر دفعه صدا زده میشه که یه آیتم توی همون فلوی که در واقع اونجا بهتون نشون دادم دیگه حالا نمیخوام خیلی بحث کنم، هر یه آیتمی که در واقع میخواد امیت بشه به مرحله بعدی و میخواد در واقع دست ابزرور برسه یه بار آن نکست صدا زده میشه و میگه این آیتم مثلا میره به خط استریم بعدی. آن ارور واسه یه در واقع موقعی که حالا هر مشکلی تون روند پیش بیاد یه مشکل نال پوینت اکسپشن بخوره نمیدونم پس من ابزرور مربوط به تروفیت که مثلا کال میکنید از سرور 400 برمیگرده مثلا ارور دارید همشون توی آن ارور برمیگرده آن کامپلیتد بعد از اینکه خب اون استریمتون تموم شد در واقع کار میشه که همون گفتم آیتم ها در واقع میرسه دست ابزرور یکی یکی و روی هر یه آیتم در واقع اونو میفرسته توی خط بعدی. ما فرض کنیم میخواییم یه برنامه طراحی کنیم که داره اپلیکیشن های توی گوشی شما رو نشون میده. اپلیکیشن های توی گوشی شما حالا مثلا با یه سیستم متریال رو در واقع یه ریسایکل ویو لیست اپلیکیشن های شما قراره این کار بکنیم. خب اینجا مثلا اینجا ما میتونیم در واقع میخوایم که یه دونه observable درست کنیم که ما یه چیزی رو در واقع بهش نگاه کنیم، میخوایم یکی یکی اپایی که در واقع از سیستم میگیریم رو دونه دونه بفرستیم واسه یه ویومون بگیم که این مثلا یه دونه از اپلیکیشن یکی دیگه از اپلیکیشن ها همش دونه دونه میخواد بره دست سیستم. خب ما یه فور لوپی درست میکنیم و در واقع اونا رو اپلیکیشن ها رو میخونیم. یه نکته که داره که ابزرور تایپ داره، یعنی اینکه هر تیکه ای که قرار در واقع واسه شما ارسال بشه اون خط استریم ها نوع داره، مثلا یکیش کلیک استریم بود یکیش اینتیجر بود. خب اینجا از آبجکت در واقع اپ اینفو که داریم میسازیم رو میخوایم پاس بدیم در واقع آیتم هایی که داریم میفرستیم به خط استریم های بعدی اپ اینفو مدلش سابسکرایب برمیاد اون حالا با رسلو لامدا که بعدش جلوتر حالت عادیش رو نشون میدم. اپ ها یکی یکی اینجا آن نکستش رو صدا میزنیم و هر کدومش میده تو خط استریم هایی که عقب تر داشتیم. بعد از اینکه فور لوپ هم تمام شد اگر حالا تو این تایم ساب چک اینکه آن سابسکرایب کرده باشه هم در واقع داریم دیگه همونجوری که میبینید اگر آن سابسکرایب کرده باشه واسهش نمیفرستیم ولی خب اگه کسی باشه که بهش گوش بده باید آن کامپلیت رو بفرستیم. اینم خب همونه در واقع فقط بتلامبر نداره که اگر دقت کنین مستند یه انونیموس کلاس درست شده و یه متد کالی رو در واقع ایمپلیمنت کرده. حالا
شما معمولا کدی که ممکن توی اینترنت ببینید خیلیش با لامدا، اگر که باش راحت نیستین و میخواین در واقع حالا ببینید که چی باید جاش بزنید، تو خود آتو کامپلیت آیدی تون معمولا بهتون میگه بعد چی استفاده کنید. یه سری متغیر مثل فانک یک، اکشن یک، اکشن صفر، فانک صفر، اینا چیزاییه که به جای این وقت لامدا میتونید استفاده کنید و دیگه اون شکلی در واقع نیستش. اگه حالا دو سه تا چیز با هم بخواید مشکل داره بخواید. نکته اولی که کریت رو استفاده نکنید. حالا ما اینجا استفاده کردیم که فقط بگیم چه اتفاقی داره میفته. نکنید حتما آیاس که نباید استفاده کنید، ولی خیلی تریکیه، خیلی مسئله داره و مشکلات زیادی رو به وجود میاره اگر که بعد پیاده سازی بشه و کلا پیشنهاد میکنم که پیاده نکنید. ولی اگر که خیلی دفعه شدید مثلا چون یه مدت خیلی زیادی اول با اکسپرت کار کردید میدونستید دقیقاً داره چه اتفاقی میفته، اون موقع میتونید کریت هم بکنید برای کار خودتون. خب ما حالا تو اون حالتی که گفتیم پس کن یه لیستی داریم، یعنی لیست اپلیکیشن ها رو داریم. حالا میخوام گوشه یه سری کارهای انجام بدیم و در واقع میخوام یکی یکی تو اون خط سینه بیفته. به جای اینکه یه دونه آرای کلی باشه و روش فوق بزنیم، میخوام همون دونه دونهش کنیم. به جای اینکه با از اون کریتر استفاده گفتم خب کریتر استفاده نکنیم، به جای چی میتونیم استفاده کنیم تو این سیستم؟ ابزار دات فرام میتونیم استفاده کنیم. شما اینجا اون لیستی که در واقع از اپلیکیشناتون یا از اپ میفادرینو توی دات فرام میذارین که یه استاتیک متد در اون میفرستینش و توی لول بعدی بهش سابسکرایب میکنید. سابسکرایب هم همون در واقع جاییه که شما اون ابزرورتون رو نیو کردید و آن نکست و آن ارور و آن کامپلیت رو اینا رو میتونید بزنید. حتی خیلی وقتا میتونید مثلا یه فانکشنی داره که میتونید فقط آن نکست رو پیاده سازی کنید و دیگه درگیر چیزای دیگه نشید. فکر میکنید که مثلا فقط همون اتفاق میفته. حالا فرض کنید که نه اصلا من آرایه ندارم، سه تا المنت دارم، سه تا آبجکت دارم، این سه تا آبجکت رو میخوام بفرستم توی یکی از اون خط استریم هم، یه خط استریم یکوش یکی یکی به ترتیب زمان اون سیستم اون آبجکت ها بیان. خب با فرام دیگه نمیتونیم کار کنیم، بیان که مثلا میتونیم اول تبدیلش کنیم به یه تبدیلش کنیم به دیستی بفرستیمش اونجا که خب اونم خیلی کار جالبی نیست وقتی کد اضافه است. در حالا فرض کنم همون اپلیستمون که داریم و در واقع تبدیل کردیم به آیتما، میدونش به متد جاست. جاست هم دقیقا یکی یکی در واقع دو خط استریم اول اپ وان میاد بعد اپ تو بعد اپ تری توی تای جایی میده و بعد اینکه اپ تری تمام میشه آن کامپلیتش صدا زده میشه که مثلا اون اکشوی که رفته داشتیم. خب حالا فرض کنیم که یه متد داریم که یه کاری انجام میده یا تروی برمیگردونه ما یا تالت فرض کنیم یه فیلدی برمیگردونه، ما میخوایم که اینو بیاریم تو حالت جدید برنامه نویسی، یعنی میخوایم با observable پیادش کنیم. یه اتفاق کلی که باید یه کار کلی که باید انجام بدیم توی کلاساتون موقعی که میخواید در واقع یه فیلدش رو اینجوری بخونید و میخواید بعد از اینکه سابسکرایب کردید بهش آخرین مقدار رو بگیرید، خب و نمیخواید همون اول مثلا یه چیزی کریت بشه و مثلا چون اصلا به طور کلی اینا observable immutable، یعنی اینکه یعنی قابل مثل استرینگ ها، وقتی استرینگ رو دارین استرینگاتون رو نمیتونین یه چیزی بهش اضافه کنین، کم کنین، دوباره مقدار دهی میشه، از اول یه استرینگ کامل واسه تون میسازه. دقیقا توی همین حالت در واقع این آبجکت هم دقیقا همون حالت داره. شما نمیتونید که یه چیزی دوباره ریوزش کنین و یه بار ساخته میشه. واسه اینکه یه بار ساخته میشه یه چیزی داریم مثل دیفر که مقدار آپدیت رو به شما میده، یعنی اینکه اگر شما اون دیتا تو رو بعد مثلا یه فیلدی باشه بعد مقدارش فالس بشه، این وقتی به معنی اینکه بهش سابسکرایب میکنید اون چیزی که اون لحظه بهش سابسکرایب کردین بهتون برمیگرده. خب واسه همون اپلیکیشن در واقع حالا یه سایکل ویو آداپتر رو سوایپ ریفرش داریم و همون فرامی که گفتیم و اون وقت توی ابزرور دیگه دیده نمیشه که لازم دیده میشه. آن نکست در واقع یکی یکی هر آیتم رو میگیره و اونجا شما میتونید در واقع اد کنید با آداپترتون، هر یه دونه اپلیکیشنی که میگه با آداپترتون اد میکنید. آن کامپلیتد در واقع بعد اینکه تمام شد میخواید پروگرس بارتون رو مثلا ببندین و کار اینجوری انجام بدین. اگر ارور اتفاق بیفته میخواید ارورتون رو نشون بدین، بگین که ارور چی بوده و در واقع از اتفاقشون تو ابزرور استفاده کنید. خب حالا
فرض کنید که ما در واقع میخوام که یه سری فیلتر انجام بدیم. مثلا میام بهتون میگن که ما فقط اپلیکیشن هایی میخوام که با سی شروع بشن، اپلیکیشن های دیگه هم نمیخوام تون دیست ببینیم کلا. شما حالا وقتی مماریتون رو به این شکل تغییر بدید، در واقع بودین تو این حالت، میتونید از یه سری فانکشن های ایکس جاوا استفاده کنید. فانکشن دیگه که اینجا داریم بعد استفاده کردن فیلتره. حالا فیلتر هم در واقع یه اپ اینفو رو به عنوان ورودی میگیره. حالا اینا فکر کنم با فانک یک پیاده سازی میشد، یه اپ اینفو رو به عنوان ورودی میگیره، یه بعد واقعا یه شرط میذاره اونجا، یه شرطی رو ریترن میکنه که اون شرطی که ریترن میکنه نشون میده که این آیتمی که داره توی خط استرینگ رد میشه آیا بره تو خط بعدی یا نه تو خط بعدی. یعنی ممکنه تو این خط باشه ولی تو خط بعدی دیگه نیاد، چون مثلا این فیلتر فالس شده. همون اپ اینفو در حساب میده آبجکت عوض نمیشه، چیزی که ریترن میکنین نیست که میره خط بعدی. اینجا که دارین فیلتر رو میزنین، یعنی بولین نمیده برای خط استریم بعدی، اون بولین فقط تعیین میکنه که اون آبجکت بره خط بعدی یا نه. حالا مثلا مثلا اصلا موقع ما اتو کامپیوتر واقعا به من میگه که یه فانکشن یک لازم داری واسه اینکه اینو پیاده سازی کنی، حالا یا مثلا فیلتری که اون بعد دیدیم الان دقیقا یه فانکشن یک لازم داره که این شکلی میگه ورودیه. اول من اینه آبجکت هم از نوع آبجکت دارم مثلا باش کار میکنم، یه آبجکت رو بهش بستادم، اینجا میگه که خود بولین در واقع ریترن میکنم و این آبجکت رو میفرستم، آبجکت همین رو میفرستم خط برای صفحه بعدی. خب اینا که هم نشون دادم، خب که اینجا در واقع حالا خروجی که میبینید فقط اونایی اومدن که اولشون با سی شروع میشده. حالا فرض کنید که من میخوام فقط سه تا از اول رو بگیرم. من سه تا اول رو بگیرم، باز دوباره یه فانکشنی داریم به اسم تکست، سه تای اول رو میگیره و اونجا آن کامپلیت رو صدا میزنه، دیگه بقیه چیزی که واسش بیاد اصلا واسش مهم نیست. اون از اونجا بعد در واقع اون خط استریم ادامه پیدا نمیکنه. من واسه اینکه بچه ها باز دوری دو دیگه اون اکی دیده همه اینو ببینم، وقتی داشت به خط استریم رو صحبت میکنم دارم داشت به این صحبت میکنم که در واقع گفتم تو زمان داره این میره جلو این و به ترتیب یه سری کارهایی روش انجام میشه و اگر شما مثلا اینو اینجا میبینید اینجوری نیست که این به ترتیب انجام بشه و بیاد این یکی انجام بشه، مثلا اون روندی که قبل داشتید اینا داره تو زمان جلو میده. اول از همه این اجرا شده و بعد این اجرا شده توی تایم. خب گفتیم اینجا از تکست استفاده کنم و همون وسط کامپلیتش داده میشه، یعنی خط تا آخر رو در واقع صدام میزن و دیگه ادامه پیدا نمی کنه از جواب بسته. حالا فرض کنیم من میخوام از آخرش بگیرم، باز برای این حتی فانکشن هست، یعنی تک دست میکنی و از اون طرف در واقع سطح آخر رو میبینید، شما سطح اپلیکیشن آخری که در واقع تون لیست هست. حالا فرض کنیم ما اصلا میخوایم داپلیکیتر شون رو کنیم. اول از همه اینکه طبیعتا یه دیتای واسه تون میاد تکراریه، نمیخواییم دوباره استفادهش کنیم. حالا به هر دلیلی توی سیستمتون یه دیتا تکراری برمیگرده به تون سرور فرض کرده دیتا به تون نرسیده دوبار پوش کرده یا هر اتفاقی، اول هم خودمون الکی داپلیکیت ایجاد میکنیم، یعنی ستای اول رو میگیریم، مثلا فرض کنید 1 2 3 تو خط بالا بوده بعد ریپیت میکنه خودم میشه 1 1 1 2 2 2 3 3 3 روی خط استریم آخر بعد از ریپیت در واقع اینو عدد. حالا ما اصلا فرض کنید اینجا اصلا ترتیبش هم به هم ریخته است، یعنی 1 2 3 4 1 2 3 2 3 1 روی اون خطی که داریم پشت سر هم نیست. ما میخوام تکراری دیگه واسه ما نفرسته، یعنی یه بار یک رو فرستاد هیچ وقت دیگه یک رو نفرسته واسه خط پایین. یه متد داریم اسم دیستینک که این کار رو انجام میده و
طبیعتا بعد از اینکه بهش سابسکرایب کنین کار انجام بدین. فرض کنین دارین دمای اتاق رو میگیرین، دمای اتاق داره تونتون از یه سیستم سخت افزاری واسه شما میاد، هر نیم ثانیه بهتون داره میگه منفی 25. شما فقط میخواید وقتی عوض شد بفهمید. و یه متد به اسم دیستینکت آنتیل چنج که فقط موقعی که عوض شد بهتون میگن، میگه 25 26 25، فقط میگه 25 26 25. اون چند باری که پشت سر هم 25 داره تکرار میشه واسه تون نمیاد در باش. روش دیگه این که مثلا میتونید سمپل کنید، یعنی توی بازه زمانی 5 دقیقه حالا یونیت تایم رو بهش میدید، با اون سمپل میگه تو اون 5 دقیقه یه سمپل بهم بده، اونقدی واسه من مهم نیست چه اتفاقی داره میفته. در واقع شما اینجا برید با این متدی که الان دارم بهتون معرفی میکنم با یه بک پرجر رو میتونید هندل کنید. مثلا فرض کنید که یه سرعت نتورک شما خیلی زیاد داره، دیتا تون تون واسه شما میفرسته و شما با اون سرعت مثلا ویوتون کار نمیکنه، با اون سرعت دیتابیستون نمیتونه توش چیزی رو هندل کنه. برای این قضیه شما میاد در واقع از متدای این شکلی استفاده میکنید بنا به نیازتون. حالا مثلا یه موقع است استیت آخر واسهتون مهمه، یه موقع است مثلا مسیج من همشو میخوام ولی میخوام یه بار ویو مود هندل کنم. مثلا برعکس اینکه اون برم داشت یه لیستی رو دونه دونه میفرسته، برعکس اون هم داریم که از لیست، یعنی لیست میفرسته یه دفعه واسهتون که یه بار به ویوتون تحویلش بدین که سرعت کار درست شه. مثلا میخواین تو اون بازه فقط اولی رو بگیرین، باز این دوش همچنان میتونید متدهای دیگر رو بزنید، دوش همچنان میتونید اگر میخواین اون متد قبلیتون رو بزنید که اگر 5 دقیقه هم تغییر نکرد بازم علکی شما رو اینوک نکنه و تردید رو اشغال نکنه. فرض کنید بازه اول رو میخواییم بگیرید، میگه خب از اون تایم 5 دقیقه فقط اولی رو به من بده، در واقع متد تو فرست این کار میکنه. حالا فرض کنید که ما میخواییم که به ما گفتن که این نوشته هایی که اینجا هست و مثلا باید واسه ما فقط دو کیس نشون بدید، یا مثلا اینجوری در نظر بگیرید که شما یه لاجیک مدلی دارید از سمت سرورتون، ای پی آیتون، سوکتتون داره بهتون وارد میشه و شما نمیخواید همون رو توی ویوتون استفاده کنید، نمیخواید همون آبجکت جاوا رو برای اون استفاده کنید چون بعدا اگه اون عوض بکنه بعد این ورم عوض بکنید. میخواید در واقع این داخل اون آبجکت هیچی رو تغییر بده، یا اون آبجکت رو بگیرید مثلا شما مسیج مدل بگیرید، مسیج آیتم از اون ور خارج کنید. یه برای ترانسفورمینگ یه فانکشن به اسم مپ که حالا این باز تو دام داشه، یه فانک دو خروجی که این دفعه میفرستین خروجیه که میره تو خط استریم پایینی که عقب‌تر هم داشتیم، اونجایی که کلیک‌ها رو در واقع تبدیل کردیم به لنگث‌هاشون، یعنی یه آرایه کلیک رو تبدیل کردیم به اینتیجرها. اینجا هر چیزی که در واقع میفرستید، حالا اینجا عملا چیزی که بسیار هم تو بالای اپین فور هم تو پایینی اپین فور، فقط ما اینا رو تبدیل کردیم به لوئر کیس و خروجی ما در واقع همش خروجی که میرسه و نشون میده همش این شکلی میشه. ترانسفورمینگ های دیگه ای داریم مثل فلت مپ. فلت مپ به این شکلی که فلت مپ این شکلیه که مثلا فرض کنید شما توی اون خط استریمی که دنیا حرکت میکنین که به انتها برسین، این وسط ابزرور رو تولید میکنه، یعنی اینکه مثلا شما یه آبجکت دیتابیسی دارید که مثلا دیتابیسی مثلا رتروفیته که خودش اون آبجکتی که میگیره قراره یه ابزرور داره، مثلا یه چیزی مثلا مثلثه، یه خط در واقع یه سپ خط دیگه است که انگار قراره بره بیفته با مپ اینجا اگه با مپ عادی انجام بده. شما یه سری آیتم اینچ یه سری در واقع خط استریم رو دارین، یکی یکی میندازین تو خط استریم براتون به دردتون اینجوری نمیخواد، نمیتونین باهاش کار کنین، یا مثلا میخواین این دوتا رو با هم مقایسه کنین دیگه این دوتا اصلا تو دوتا استریم جدا هن. با فلت مپ میتونین این کارو انجام بدین و همه رو در واقع میاد دوباره فلتش میکنه، دوباره از این حالتی که این شکل تبدیل شده اینجا دوتا آیتم رو هم داره میذاره اینجا یه جوری. بعد اگر دقت کنم مثالش رو یه جوری زده که حتی نگفته لزوما پشت سر همه، ممکنه این اتفاق هم بیفته و تایمینگاش مشخص است. کلاً داکیومنتیشن این ریاکتیو ایکس رو اگه بعداً ببینید چیز کاملیه. کانکت مپ چیکار می‌کنه؟ کانکت مپ دو تا خط استریم می‌گیره، این دفعه پشت سر هم می‌ذاره، یعنی اولیو می‌ذاره اول آیتم میشه یه خط استریم، یعنی دو تا خط استریم بالا دارین پایینی میشه یه دونه کلدش، ولی اول این یکی رو کامل می‌یاره توش بعد بعدی رو کامل می‌یاره توش.
کست واسه تایپ کستینگتونه، بافر واسه اینه که در واقع میگید حالا سه تا بافر کن، مثلا سه تا واسه من بفرست، تایم بهش میدین مثلا این هر انقدر یا باید بافر کن، یکی واسه من بفرست، همه رو به صورت آرایه یه هم میفرست واسه خط استریم بعدی، مثلا میگه آقا من 250 میلی ثانیه مثلا بافر کن و همه اون چیزی که بافر کردی رو یهو بده به خط استریم بعدی. مثلا ABC اومده، حالا آرایه ABC میره واسه اری لیست، مثلا ABC میره واسه خط بعدی. کس هم که گفتم کست میکنه.